بله از جان و گرامیان، خوش آمدید. ادامه برنامه عصر حریوا هست. ممنون و سپاسگزار هستیم از اینکه بیننده برنامه هستین. خب از جان و گرامیان، ماهنامه معرفت 19 ساله شد. پیرامون همین موضوع جناب استاد عبدالخالق احسان، مدیر مسئول ماهنامه معرفت، را در برنامه دعوت کرده. ان شاءالله صحبت های با ایشان میکنیم راجع به خود ماهنامه، تاسیسی و اهدافی و ویژگی های و چی مطالبی داره. انشالله صحبت هایی با جناب استاد احسان داریم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدیم به برنامه، وقت شما بخیر. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول در سلام در خدمت بینندگان تلویزیون اصلاح و علاقمندان برنامه عصر حریوا، امیدوارم که بتونیم ان شاء الله به برنامه امروز نکات به طور معرفت صحبت کنیم. تشکر جناب استاد. اولا مبارک باشه، 19 سال شد و خیلی افتخار بزرگ است در ولایت هرات و باستان که ماهنامه تحت نام معرفت 19 ساله شد. بیاین راجع به خود ماهنامه صحبت بکنیم و تأسیس اون که چگونه شد. دقیقا ماهنامه معرفت به حوت سال 1381 اولین شماره ماهنامه به چاپ میره و آغاز نشراتی شروع میشه و که امسال این حوت امسال 19 سال شده. این شماره که جدید چاپ شده که شماره آغاز 19 سالگی هست، معرفت وارد 19 سال نشراتی شده و معرفت تونست به طی سالها 19 سال پیوسته نشرات داشته باشه و ما در افغانستان ماهنامه دیگر نداریم. من اطلاع ندارم، فکر میکنم که اصلا نیست ماهنامه دیگر که پیوسته نزدیک به دو دهه نشرات داشته باشه و باید نشرات منظم و رو به پیش رفت. نبوده که افت داشته باشه و یا در بین برخی ماها چاپ نشه. این 19 سال تقریبا 217 ماه شده، یعنی شماره 217 ماه هست، 217 ماه هست که پیوسته چاپ میشه. بسیار عالی. جناب استاد، راجع به اهداف این ماهنامه بیاییم با شما صحبت کنیم. دقیقا به چی هدف ماهنامه حساب تأسیس شد؟ دقیقا روز ماهنامه معرفت بحث چاپ یا بحث اصلا تأسیس ماهنامه مطرح میشه اینه که در اوضاع کشور اوضاع رسانه‌ای کم کم آزاد میشه و از طرف رسانه‌های هدفمند نیست یا خیلی کم است. برادران در انجمن اخلاق و معرفت در او فرصت به فکر میشن باید در بخش نشرات در بخش نشرات چاپی هم کار ما بکنه. به خاطر روی چند هدف خیلی مهم که این مجله تاسیس شده که یک از اهداف توسعه آگاهی های دینی، بله، آگاهی های دینی و آگاهی فکری و فرهنگی. ماهنامه معرفت همون که در آگاهی دینی تلاش کرده و هدف این بوده که ملت ما و تمام اقشار جامعه ما از دین آگاه بشن، از مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آگاه بشن، یک از اهداف بوده. هدف دوم تشویق اقشار مختلف جامعه به فراگیری دانش و علم و سواد. خود کار مجله و کار نوشتن است و کار خواندن است، رشد سواد است. کسی که علاقمند شه با خواندن از طریق مجله ها و روزنامه ها میتونه با سواد بشه، رشد سواد بشه. به خاطر یک از اهداف این بوده که سطح دانش و سواد ملت ما افزایش پیدا بکنه و دیگه از اهداف احیا و ترویج ارزش های اخلاقی در جامعه. در جامعه ما به اواخر تهاجم ضد اخلاقی خیلی زیاد داریم و رسانه های زیاد هستن که برای اینکه اخلاق جامعه به تباهی بکشن کار میکنن. مجله معرفت و ماهنامه معرفت برنامه ای بوده که در مقابل این موجه انحرافی، در مقابل اوج موج اخلاق ستیزی، بله، مبارزه بکنم و اخلاق اسلامی و اخلاق ارزش‌های اخلاقی در جامعه گسترش بده. و هدف دیگر تاسیس ماهنامه معرفت تشویق اقشار مختلف جامعه بخصوص نسل جوان برای سازندگی کشور سهم بگیرن. همیشه با در مطالب معرفت که ما میخوانیم میبینیم در قسمت ایجاد انگیزه برای جوان ها و برای تمام اقشار جامعه، برای اینکه در این ملت باید کار کرد. قضای ملی مطرح میشه برای اینکه خواننده های معرفت تشویق بشن و علاقه بشن برای اینکه به قضای ملی اهمیت بدن و به قسمت فعال بشن. بسیار خوب. جناب استاد، طبیعتا هرچی نگیم در کشور عزیزم افغانستان ماهنامه، گاهنامه، حتی روزنامه هم وجود داره. دقیقا بیایم راجع به ماهنامه صحبت بکنیم. شاید باشه خیلی کم و یا اگر نشرات هم دیشه پیوسته نبوده، موقتی بوده، من. چی ویژگی های داره این ماهنامه معرفت نسبت به بقیه ماهنامه ها و خصوصا خود ماهنامه چی ویژگی های داره؟ ماهنامه معرفت چند ویژگی خیلی مهم داره که او از دیگه ماهنامه ها متبارز ساخته. یا تو ما با قوت میتونیم که از کل نشرات چاپی
در کشور ما این ویژگی که معرفت با کس باید دیگه پیش قدم است. یک از ویژگی ها ویژگی شمولیت مطالعه معرفت است. معنی این معرفت به کل قضایایی که مربوط به ملت هست توجه داره. مسائل دینی میپردازه که بخش عمده مطالعه معرفت است. مسائل اخلاقی میپردازه. به مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، حتی و مسائل ورزشی و خبری، مسائل طبی هم به معرفت وجود داره. وقتی کسانی که پیگیر معرفت باشن، ما آگاهی های طبی که به نفع عام مردم است، اطلاعاتی که برای عامه ضرورت است به معرفت ما میگنجانیم و بخش حتی بخش خبری که اخبار جهان اسلام به او داره ما، این بخش عمده از معرفت است که همیشه او پرداخته میشه. و بخش ادبیات و هنر هم که همیشه دو صفحه معرفت به خصوص ادب و هنر است که فانوس ادب میباشه. این شمولیت معرفت تونست معرفت را از دیگه نشریه ها متبارز بسازه. نشریه هایی که میان به یک گوشه از قضایا میپردازن، یک قشر خاص از او بتونه استفاده بکنن. ما هم این معرفت با این فهم شمولی خود و فعالیت شمولی خود تونست کل اقشار جامعه رو به خود داشته باشه. فرهنگیان به مجله مشترک هستن و میخوانن، اقشار عام جامعه هم، بازاری هم از این استفاده میکنن و محصلا و متعلم استفاده میکنن. خاطر این شمولیت یک ویژگی های بارز معرفته که الحمدلله تونسته که با موفقیت به پیش بره. دیگه از ویژگی ها نشر پیوسته ای معرفت. بله. نشر پیوسته 19 سال یک کار خیلی بزرگی است و این معرفت در متبارز ساخت در بین مجله ها و رسانه. ما زیاد داشتیم مجله های تاسیس شده بود، با اول مسئولین اون مجله هم تاکید داشتن برای استمرار کار، گاهی شده به 5 شماره، به 10 شماره، گاهی به 1 سال 2 سال متوقف شده. اما معرفت تونسته که 217 شماره چاپ کنه. 217 ما که 19 سال 19 هم آغاز شده، 217 ما پیوسته نشر داشته باشه. یک از امتیاز، یک ویژگی دیگر معرفت است. دیگه از ویژگی است که مطالب معرفت بروزه. بله. مطالب معرفت به قضایای جدید میپردازه، به قضایای اجتماعی سیاسی جامعه میپردازه. یعنی مخاطب وقتی که مطالب معرفت رو میخونه احساس امروزی میکنه. یعنی مطالبش مطالب قابل استفاده برای زندگی امروز ما هست. اگر مسائل اخلاقی میپردازه قضایای روز مردم ارتباط داره، اگر مسائل اجتماعی است قضایای روز است، اگر مسائل سیاسی پرداخته میشه به قضایای روز و قضایای بروز که مخاطب به اینها ضرورت داره و به اینها علاقمند است. یک دیگه از ویژگی ها اینه که مجله معرفت در پرایی که به قضایای ملی توجه میکنه، به قضایای اسلامی، به قضایای جهانی هم توجه میکنه. یعنی ما در وقت معرفت میخوان در کل مطالب نگاه بکنیم، قضاهای مهمی که به جهان رخ میده، حوادثی که است و تغییرهایی که وجود داره، و این تغییرها و معرفت دیده میشه و معرفت جا پیدا میکنه. و به قضاهای ملی هم خیلی اهمیت میده، به خاطر اینکه ما در پهلویی که ما بیس نهاد اسلامی و بیس کار اسلامی باید بکنیم، باید آگاهی های دینی به مردم خود برسانیم، ما بیس شهروند افغان و ملت افغان هستیم. به قضاهای ملی هم معرفت اهمیت داده. قضاهای سرنوشت ساز ملی تحلیل‌های بسیار دقیق و هدفمندانه ای داشته، از جمله قضیه صلح که ما این اواخر داره می‌بینیم. معرفت به یک سال دو سال اخیر وقتی تعقیب بکنیم می‌بینیم که خیلی مطرح داره. بله. حتی شاید برای بعضی خواننده تکراری معلوم شه که همیشه صلح و صلح، به خاطر قضیه صلح در کشور قضیه ملی و ضروری و معرفت یک از رسالت‌های این بوده که به قضای ملی بپردازه. این ملت بعد از مسائل خود و از قضای خود آگاه بشه، به خاطر به قضیه ملی که یک نمونه صلح گفتم، دیگه قضای ملی هم که ما داریم وقت انتخابات بده، به قضای دیگری که ما داریم، آنچه که به سرنوشت ملت متعلق داشته معرفت پرداخته به یک ویژگی بزرگ است. بله. در پهلویی که این معرفت هم ملی هست، افغانیه، هم منطقه‌ای، قضای منطقه هم تبارز میده، تحلیل میکنم جهانی است، او قضای جهان اسلام اهمیت میده و قضای جهان اسلام برای ما مهم است. ما به یک کشور مسلمان، به یک شخص مسلمان نیازمندیم که از دیگه جهان اسلام بخبر بشه و معرفت کار میکنه که در این قسمت به قضای جهان اسلام پرداخته و تحلیل های بسیار هدفمندانه به خدمت خواننده خود تقدیم میکنه. تشکر. خداوند مزد داره نصیب همه ای کسانی که واقعا زحمت میکشن در این راستا عطا بکنه، خصوصا جناب خود شما. جناب استاد، مطالب مثلا شماره 217 هم اگر اشتباه نکنم، چی مطالب فعلا داره؟ اگر عنوان های فقط مروری داشته باشیم. به اینجا یک چند مطلب که به پشت جلدم که آماده هست، به حماسه 24 هود که سرمقاله اشاره شده، 24 هود که امروز 21 چند روزی بسیار خود میرسه، یکی از حماسه های بزرگ ملت هرات است. مقابل دشمن سرسخت اسلام تانستن با
با بیل و کلنگ مقابله بکنن و او تاریخش بحث اینجا نیست، اما یک داستان از شهامت و مردانگی این ملت است، داستان از ایمانداری است. بی پرداخته شده که قضیه ملی ما است و قضیه اسلامی ما است که از دو جانب پرداخته شده. مطلب دیگه دارم در مورد نقد خود معرفت، چون که ما یک کار کردیم همیشه هر چند سال یا هر سال به سالگرد معرفت از کارشناسان نقد میگیریم و به این ما هم چون که سالگرد معرفت بوده و معرفت 19 ساله شده، از کارشناسای بخش ادبیات و بخش نویسندگی نظر خواستم، نقد نظر کردم، نقد اونها هم آماده، انتقادای اونها هم امور مثبت که اشاره کردن به چاپ کردیم مجله، امور منفی هم که ما داشتیم کمبودیایی که بوده و اونها رو تذکر دادن، اونها هم به اینجا چاپ شده و خیلی نظرات دیگه هم ما گرفتیم که خلاصه رو آوردیم به مجله و دیگه مطالب داره که انشالله از نصیحت ها و توصیه های کارشناسا بهره میگیریم و در شما رو بعدی استفاده میکنیم. و قسمت هم دستاورده خود معرفت، معرفی مهنی معرفت به این شماره آمده که تقریبا میشه گفت ویژه‌نامه سالگرد است، به خاطر بیشتر به خود معرفت پرداخت شده از تاسیس و از اعضای حدتریری که طول سالها بودن همکاری کردن به معرفت و همچنان دستاوردهایی که داشته باز شده. و یک بحث جالب داره، بحث بسیار مهم، بحث حکمت آزمون ها هست، بحث دینیه. ما در مورد حوادث و مشکل در جهان رخ میده، گاهی نفهمیده قضاوت های عجولانه میکنه انسان ها. اما یک مطلب ما به این شماره داریم که در مورد این قضیه بحث میکنه که وقتی که مشکل انسان برمیخوره حادثی چی حکمت های وجود بله. ایجاد در جا در زندگی دنیوی مشکل داشتن طبیعی است، مشکل داریم خریم، اما چه حکمت هایی است که در یک مطلب هست که یک از خدای بزرگوار نوشته کردن و کلی قضا پرداخته شده که انسان مؤمن وقتی دچار مشکلی هم میشه صبر میکنه و میفهمه که حکمت هایی هست که ما نمیدونیم باش الله متعال به خاطر خیر ما، چون الله متعال خیر ما رو میخواهه، به خاطر حکمت های وقت ما دچار مشکلات میشیم که اونها اصل قضیه به نفع ماست. اگر مشکل هم برمیخوریم در زندگی دنیاوی، اگر صبر بکنیم، اگر معیارهای شرعی رعایت بکنیم، با آداب اسلام ملتزم باشیم، همون مشکل هم به نفع ماست، برای ما اجر و مزد نصیب میشه انشاءالله. حتما. بسیار عالی. جناب استاد، استقبال مردم از ماهنامه چیگونه بوده و راجع به خود هم بگیم که چند ساله که شما مدیر مسئول هستین و همین استقبال و همین انگیزی که مردم عزیز ما دارن، میای ماهنامه میگیرن، مطالعه میکنن، نقد و نظر دارن به این بحث، چقدر شما را انگیزه میده؟ ماهنامه معرفت لیال هم بیش از 1000 جلد چاپ میشه ماهوار و توزیع همزمان به هرات هم داره، میچنین ولایت هم توزیع میشه، ولایت کابل و بلخ، بادقیس، فرابی، ولایت های همجوار توزیع میشه. خدا را شکر مخاطبین معرفت بیشتر با ما انگیزه میدن، گاهی زیاد میشه که مطالب جالبه که نشر میشه برای ما زنگ میزنن تشکری میکنن و طبیعتا گاهی انتقاد هم دارن که او هم به جا است، کار انسانی بدون اشتباه نمیشه. مردم این مجله رو میخرن. جالب اینه که خیلی مجله ما داریم رایگان توزیع میشه، با رنگه چاپ میکنن، با پول خیلی گزافه رایگان توزیع، اما ما این مجله رو میفروشیم در بدل پول. هیچ کس مجله رایگان به دست نمیاره مگر ادارات، برای ادارات مهم دولتی رایگان میبره، به خود اداره میمونه اونجا، اما اشخاص هیچ شخص مجله معرفت رایگان نمیگیره. حتی ما وزیر مدیر مسئول مجله باید بخره، به خاطر اینکه این خوب کار ما کار مؤسساتی نیست که پولای انگف از بالا بیای و ما مصرف کنیم، این باید به پول مشترک پس چاپ بشه، مشترک ما با کسی که علاقمند معرفت به پول خود میخره، باید اون پول از ما باید اون چاپ میکنیم. و این استقبال گرم مردم یعنی واقعا جای خوشحالی هم و نشانگر اینه که ملت ما به علم و دانش به مطالعه و خواندن رو آوردن، حاضرن به خاطر خواندن مقاله پول بدن که یک نوید خوب است برای ما. برای که من با معرفت از که آشنا هستم و رابطه ایم چی هست، من سال 1382 با معرفت آشنا شدم، مجله معرفت از اون وقت تا حالا من پیگیر معرفت بودم، میخوندم با سالهای دوره محصلی بودم، همیشه دنبال معرفت بودم که براتم نبودم، ماهوار و هر جا بودم جستجو بودم که معرفت پیدا بکنم و مطالب استفاده بکنم. یاد من نیه انشالله که یک شماره از معرفت بدون استفاده دست من نرفته. بعد از 82 همیشه معنای معرفت بود و ما استفاده میکردم و حدود 10 سال میشه که باز عضو خانواده معرفت شدم. بسیار عالی. 10 سال شده که سالهای بیس عضو هیئت تحریر بودم و گاهی مطالب هم ترجمه های داشتم نشر می شد و سالها بیس گاهی سردبیر و حالا هم بیس مدیر مسئول که تقریبا
همکاری مستقیم و معرفت من 10 سال شده که همکار است. بسیار عالی، خداوند توفیق بیشتر بده تا انشالله بیشتر خدمت بکنیم در این راستا. جناب استاد عزیز، راجع به ماهنامه کدام موضوعی مانده باشه از شما میشه؟ تشکر، لطف شماست. آنچه که من در آخر میخوام مطرح بکنم اینه که ماهنامه معرفت روی یک هدف خیلی مقدس کار خود شروع کرده و 19 سال هم کار ادامه داره. توقعی که ما داریم از کارشناسان ادبیات و از نویسندگان و تحلیلگران ماهر شهر خود و محیط خود و کشور خود با ما همکار قلمی باشن که مطالب جدیدی بیه، مطالبی که خواننده های جدید جذب بکنه. و توقع دیگر دارم اینه که خواننده های معرفت همیشه با دید هوشیارانه و عاقلانه مطلب رو بخونن و نقد نظر هیچ وقت دریغ نکنن. همون گونه که به این ماه ما دنبال افراد رفتیم، نقد نظرها رو گرفتیم و خیلی استفاده میکنیم و برای ما مفید هستم. خوبه که برادران ما و خواننده های معرفت و خوانان که معرفت هم میخوانن، اونا بدون که ما بریم پرسان کنیم نقد شما چیست، خودشون مشکلات رو بگن و مطرح کنن و همکار ما باشه. این کار ما برای ملت ما هست و کار رسانه‌ای مفید برای جامعه ما هست. اگر همکاری جامعه ما باشه ان شاءالله میتونه موفق‌تر باشه. بسیار عالی، تشکر از حضور شما جناب استاد عزیز از این که در برنامه تشریف آوردین. ان شاءالله حداقل برسیم به 119مین سالگرد ان شاءالله. تشکر از شما باشه. سپاس از شما و تشکر از شما بینندگان عزیز از این که بیننده برنامه هستین. عزیزان و گرامیان، وقفه می‌بینیم، بعد از وقفه همچنان با همکار ما جناب آقای نیکزاد باشید.